سلام، سهیلا انصاری هستم. به یکی دیگه از برنامه های گفتگوی آریا تیوی خوش اومدید. همچون که مستحضر هستین، هر بار ما تو برنامه گفتگو یه مهمانی داریم که به شما معرفی میکنیم با خدمات و سرویس هایی که دارن شما بیشتر آشنا بشید. مهمانه این هفته ما آقای امیر ثقفی هستن. کار ایشون مشاور مهاجرت هستش. بدون هیچ گونه مقدمه ای اولا به شما خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدین به برنامه ما. طبق معمول اولین سوال من معرفی خودتون هست و از کارهایی که میکنید برای بینندگان ما توضیح بدین لطفا. با سلام به شما و بینندگان عزیزتون، من همونجور که فرمودین مشاور رسمی مهاجرت هستم و این کارم، البته بک‌گراند من در ایران، من لیسانس کامپیوتر داشتم و با اون از خودم هم مهاجرت کردم به کانادا با اون مدرک. بعد اینجا خب بالاخره تحصیلاتی رو داشتیم و خودمون رو رسوندیم. از سال 2006، یعنی حدود 12 سال پیش، من کار مهاجرت رو شروع کردم در اینجا و در حال حاضرم دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه لندن هستم و داریم میریم جلو و ادامه میدیم ببینیم که چی میشه. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین. من به عنوان سوال اول میخواستم که ازتون خواهش بکنم یه تصویر کلی از برنامه مهاجرت کانادا برای بینندگان ما بگین که اصلا چجوری هست، به چه نحویه. اینو اگر شروع بکنین بعد من میرم سراغ سوال بعدی. خواهش میکنم. والا بعد از روی کار آمدن دولت‌های ترودو، یکم قضیه مهاجرت قوانینش یکم بهتر شده از اون زمان در یک سری موارد، ولی خب فرضاً میتونیم به این اشاره کنیم که مثلا ویزاهای گرفتن سیتیزنشیپی خیلی راحت‌تر شد. قبلاً دولت آقای هارپر یکم این قضیه رو پیچیده کرده بودن، مدتش طولانی تر و یه قوانین سخت‌تری گذاشته بودن، ولی بعد از اینکه دولت جدید روی کار اومد اون قوانین برداشته شده، الان خیلی راحت تر شده. و خدمتتون عرض کنم که منتها در یه سری از موارد متاسفانه یک مشکلاتی برای ایرانی ها، کیس های ایرانی مخصوصا در زمینه اسکیل ورکر اکسپرس انتری پیش اومده که در همین چند وقت پیش با مینیستر ایمیگریشن و وزیر مهاجرت یه جلسه ای ما همه نماینده های ما داشتن با ایشون و راجع به این قضیه صحبت کردن که چرا کیس های ایرانی یه مقداری به حالت دیسکریمینیت باش برخورد، تبعیضی داره برخورد میشه، چه اینایی که در کانادا هستن چه خارج از کانادا هستن. یه اشکال این قضیه فعلا اینجا هست ولی بقیه مثبت بوده. دلیلی هم براش گفتن به شما یا هنوز جوابی نگرفتن؟ ایشون که گفتن که من نمیدونستم و حالا اینکه واقعیت چی بوده چی نبوده، ایشون گفتن پیگیری میکنن و اطلاع میدن. الان یه مقداری مثل اینکه یه حرکتایی داره بعد از صحبت که با ایشون مستقیما شده، دارن یا خود ایشون صحبتایی که کردن داره یه حرکتایی انجام میشه. امیدواریم که نتایج مثبت بشه. یه خبر امیدوارکننده است. الان با توجه به تمام این توضیحاتی که دادین، میخوام بدونم پیشنهادتون برای ایرانیایی که خیلی الان هم مشتاق هستن و میخوان که به هر حال وارد کانادا بشن چه چیزایی هسته، چه راههایی در واقع؟ بله، والا هر شخصی برای خودش یک پارامترهای به خصوص خودشو داره و اینکه بخوایم به صورت جنرال بگیم که چرا، میتونیم به صورت جنرال به صورت کلی بگیم چه راهی وجود داره که راههایی که برای مهاجرت هست، سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذاری استانی هستش. فعلا استانا سرمایه، ولی به زودی قرار صحبتش هم هست که سرمایه گذاری فدرال هم راه بیفته. راه‌های ورود از طریق کارگر ماهر یا همون اسکیل ورکر هستش. راه‌های دانشجویی هست که میتونن از طریق دانشجویی بیان و بعدن اینجا تبدیل به اقامت دائم بشه. راه‌های مثلا کسانی که ورزشکارن، هنرمندن، اونها میتونن به صورت سلف امپلوید اقدام کنن. درسته.
البته اونا هم باز باید شرایطشون مشخص بشه به چه صورت هست، کوالیفای هستن یعنی واجد شرایط هستن یا خیر. راه های دیگه از طریق فامیلی، ازدواج یا اسپانسر کردن پدر مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگ هست. راه های زیادی وجود داره، تا همونجا هم که اول گفتم باید هر شخصی رو بسته به شرایط خودش بررسی کرد کیسش. درسته، خیلی ممنون از توضیحتون. فکر کنم یه چیز مشترکی که توی همه اینا هست و چالنج واسه خیلیا بحث زبانشون هستش به. که باید اون زبان رو حتما داشته باشن. درست داری میگی؟ بله، اکثر این کیس هایی که خدمتون گفتم غیر از اون حالا اسپانسرشیپ زبان رو یه جوری لازم دارن. حالا بعضیا با درجات پایین تر، بعضیا با درجات بالاتر. البته خب خیلی بهتره کسانی که زبان رو بخونن و بیان اینجا خیلی زودتر در جامعه اینجا راه میفتن. این برای هر کسی که خیال داره اقامت دائم بگیره یا بیاد اینجا مقیم بشه، من توصیه اولیم این استش که زبان انگلیسیشون رو حتما. پس اولین کار اینه که بینندگان عزیز ما که دوست دارن بیان، برین سراغ یاد گرفتن زبان انگلیسی. به البته سوال منو شما جلوتر جواب دادین که در مورد برنامه‌هایی بودش که دولت گذاشته و تفاوتی که کرده تا یه حدیشو جواب دادید. چیز دیگه هم هست که چه جوری شده که این بهتر شده از نظر تفاوتی که دولت ترودو هستش اینجا؟ والا وزیر مهاجرت خودشون برنامه‌شون این هستش که تا سال 2036 تعداد مهاجرین رو به 100% یعنی مثل حالت دو برابر کردن. درسته، این پلانیه که این دولت جدید داره و خدمتتون عرض کنم این چیزیه که اینها الان اعلام کردن و ما می‌خوایم ببینیم که واقعا الان هم دارن تقریبا میتونم بگم مثلا دارن یکم پروسه‌های مخصوصا اسپانسرشیپ و اینا رو سریع‌تر میکنن که خانواده‌ها زودتر به هم برسن. درسته، برای اسپانسرشیپ منظورتون پدر مادر رو؟ پدر مادر رو به اون سرعت نرسیده. بله. ولی همسر رو دارن خیلی سریع‌تر میکنن. الان کیسایی که ما داره انجام میشه، کیسای اخیرمون تقریبا میتونم بگم ما تو 3-4 ماه داریم جواب میگیریم. اوه چقدر عالی. بله. به نظر شما چرا باید اومدن به کانادا رو انتخاب بکنن مردم؟ چون الان خیلی میدونین تبلیغات میشه به جاهای مختلف، کشورهای مختلف. از نظر شما که با این سابقه 12 ساله که دارید و مهاجرت به کانادا، چرا شما کانادا رو توصیه میکنید؟ اصلا کانادا رو توصیه میکنید و اگر بله چرا؟ بله، خدمتتون عرض کنم که خب کانادا از لحاظ که حداقل بتونیم توی کشور آمریکای شمالی بخوایم بررسیش بله. کنیم، حداقل توی این زمینه بخوایم بررسی کنیم، جزو امن‌ترین کشورهای آمریکای شمالی است. حتی از خود آمریکا هم اینجا امن‌تر هست کانادا. درسته. برای خانواده‌هاش و مخصوصا برای خانوم‌ها و بچه‌ها. اینجا درسته. مملکتی است که خیلی به حقوق بچه ها و خانوم ها اهمیت میده و خب خیلی کشوری از این نظر میتونه مناسب باشه برای مرد، برای خانواده ها. درسته، توش از به قول معروف مثل آمریکا اسلحه آزاد نیست، اون مسائل اون بر ناامنیه که اون بر هست نیست و امنیت اجتماعی هم خیلی بیشتر هست. درست میگین. به هر حال یه خاطر جمعی آدم داره و میدونه که خیلی خوب یه چیزایی داره، همه چی داره رو به بهتر شدن میره. بله. آقای ثقفی، شما در مورد راههایی که فرمودین و بهش اشاره کردین سرمایه گذاری بود که یکی گفتین از طریق استانی هست و در مورد فدرال هم صحبت کردین. یه مقدار بیشتر در مورد این برای بینندگان ما توضیح میدین لطفا؟ فدرال که فعلا بسته هستش. بله. تا قراره که باز بشه، حالا چه زمانی اون بعدن اعلام میشه. ولی در مورد استانی از طریق همه استانا امکان این کار هست. بهترین و راحت ترینش ایالت پرنس ادوارد آیلند هست. اوکی. که کسانی که کوالیفای باشن، البته اونجا هم سیستم یعنی واجد شرایط بخوام باشن، سیستم امتیاز بندی داره. درسته. و یه مقدارم رو زبان افراد تکیه دارن، امتیاز بالایی رو برای زبان انگلیسی
در نظر. همون آیلتس آیلتس جنرال هستش که میخوان، درسته؟ بعد روی چهار قسمت زبان یا فقط لیسنینگ اند اسپیکینگش؟ هر چهار تاش هستش. بعد همون در واقع پروینشال نامینی هستش که صحبت میکنی. دقیقا یعنی سرمایه گذاری روی چه چیزی باید شرایطشون چی باشه در واقع؟ بله، خدمت شما عرض کنم که کلن باید یه بیزینس پلانی داشته باشن کسانی که اولا سابقه مدیریت در ایران باید یا هر جای دنیا که تشریف دارن نشون بدن، اون کسی که متقاضی هست باید سابقه مدیریت نشون بدن، و بعد از اون وقتی که میخوان بیان یه بیزینس پلانی باید تهیه بشه براشون. درست. که اونو ما تهیه میکنیم. اینا شما خودتون انجام میدید؟ اون بیزینس پلان رو براشون تهیه میکنیم بر طبق اون سوابقی که دارن. اینو به پرنس ادوارد آیلند اداره مهاجرت اونجا ارائه میدیم. درسته. یه سفر تحقیقاتی هم خواهند داشت، باید حتما بیان و یه مصاحبه هم میکنن که اونم باز ما در اون قسمت کمکشون میکنیم. یه سرمایه گذاری حدود $200,000 حداقل باید در اون ایالت انجام بدن که قابل برگشت هست اگر بیان در اون ایالت بمونن و اون بیزینس طبق اون بیزینس پلان بیزینس رو بزنن و اجرا بکنن. بعد این بیزینسی که میزنن باید حتما در ارتباط با سابقه کارشون باشه یا اینی که اون مدیریتی که دارن کافیه؟ دولت ترجیح میده با مرتبط باشه به خاطر اینکه میخوان مطمئن بشن که این بیزینس میتونه موفق باشه. بله. اینطوری بگم. بله. به طب آخرین سوالی که میتونم ازتون داشته باشم، طریقه تماس بینندگان ماست باشه با شما که اگر قرار باشه که بخوان تماسی بگیرن به چه صورت هستش؟ بهم. اگر بگین ممنون میشم. خواهش میکنم. از طریق شرکت آریا ویزا ایمیگریشن اگه بخوان میتونن تماس بگیرن و ما در خدمتتون خواهیم. خواهش میکنم. شماره تماس رو الان شما از روی صفحه تلویزیون میبینید، ولی اگر میخواین یادداشت بکنین تلفن تماس آریا ویزا هستش 604-868-6040 یا از طریق info@ariaviza.ca میتونین تماس بگیرید که از این طریق وصل میشید به جناب ثقفی و سوالاتتون رو مطرح بکنید. خیلی ممنونم از اینکه به ما وقت دادین. خواستم بدونم به عنوان کلام آخر یا جمله آخر چیزی دارید که به بینندگان ما بگید؟ خواهش میکنم. من خیلی متشکرم از این دعوتی که کردین. خواهش میکنم. و برای هموطنای عزیزم آرزوی سلامت در هر جای دنیا هستن. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. بازم ازتون ممنونم. به امید دیدار شما در برنامه گفتگوی آینده. خدا نگهدار.